در مرحله اول انتخابات مشارکت مردم اونچنان که انسان توقع داشت نبود، کمتر از اون مقداری بود که توقع داشتیم و حدس زده میشد. افراد مختلفی حدس هایی در مورد مشارکت میزدن، حدس ها همش بیشتر از اون چیزی بود که در واقع اتفاق افتاد. خب یه عللی داره، کسانی که اهل سیاستن، اهل مسائل نگاه جامعه شناسانه و اینا هستن، اینا رو بررسی میکنن. اون چی که مسلمه اینه که اگر کسی تصور کنه که این عده‌ای که رأی ندادن به خاطر این بود که با نظام مخالف بودن، سخت در اشتباهه. این برداشت، این فهم 100% اشتباهه. خب بله، ممکنه یه تعدادی افرادی هستن که از یه مسئول خوششون نیاد، یا یه تعداد افراد باشن از اصل نظام خوششون نیاد. نه اینکه نداریم ما همچی کسایی، چرا هستن تو کشور، آزادانه حرف هم میزنن، حرفشون هم میشنویم، میدونیم هم چی میگن. یعنی اینجور نیست که پنهان باشن از چشمها و دیده نشن، میدونیم کسانی هستن، میشناسیم. با اصل این نظام و اصل تشکیلات اسلامی حکومت خیلی موافقتی ندارن. خب بله، اینا هستن. مشارکت مردم برای نظام جمهوری اسلامی پشتوانه است، مایه آبروست، مایه سربلندی است. اگر چنانچه مردم مشارکت واضحتر و بهتر و روشنتری داشته باشند، نظام جمهوری اسلامی این توانایی رو پیدا خواهد کرد که حرف خودش و نیات خودش و مقاصد خودش رو چه در داخل کشور، چه در مجموعه امتداد راهبردی کشور تحقق ببخشه.